سلام، خوش اومدید. من احسان آبرتوسی هستم. تمدید نشدن اقامت بعضی از اتباع ایرانی در گرجستان، بسته شدن حساب‌های بانکی گروهی از ایرانیان و حالا طی روزهای اخیر دیپورت شدن حدود 200 شهروند ایرانی از مرزهای گرجستان. چه اتفاقی افتاده؟ چرا گرجستان که تو این سالا به یمن جاذبه‌های توریستی و البته سقوط ارزش ریال و تمایل ایرانیا برای داشتن پاسپورت یک کشور دیگه با هجوم گردشگران و سرمایه‌گذاران ایرانی روبرو بود، حالا به نظر تغییر سیاست داده؟ اگر در گرجستان ملک یا تجارتی دارید، آیا نگران وضعیت اقامتتون هستید؟ اینجا هشتگ شماست برای شرکت در بحث امروز از راهی که الان این زیر دارید می‌بینید، یعنی ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر. با ما همراه بشید یا زنگ بزنید به اون شماره‌ها و در بحث زنده ما هم شرکت داشته باشید. پیشینه لغو ویزای گرجستان برای ایرانی‌ها و مشکلات اخیر در مرزهای این کشور رو با هم در یک ویدیو مرور می‌کنیم. میایم سراغ تلفن ها. افرادی که تعداد مهر زیادی روی پاسپورتشون خورده بود، یعنی ورود خروج، اینا رو یه حالا همه یه آفیسرا هم نه، ولی بعضیاشون که سنشون بالاتر بود، یه دفعه گیر میداد، میگفت آقا برو اون طرف شما. بعد تو زبان من نمیفهمی، بعد بری اونجا وایس. و بعد دوباره گفت برای چی اومدین اینجا؟ گفتم من از اینجا شرکت ثبت کردم ماه پیش. بعد به اون همکارش گفت، ایشون میگه شرکت ثبت کردن، بعد گفتن خب تو برو. یعنی هیچ پروتکلی، هیچ برگه‌ای، هیچی نبود که مثلا ما اطلاعات بنویسیم، بخوان چیزی بررسی کنن از نظر این که به من ویزا بدن، حتی هیچ شماره پاسپورتی حتی توی سیستمی بزنن، هیچی نبود. که بر اساس خرید مسکن و زمین انجام میشه، این در حقیقت یک سال اعتبار داره و این اقامت تضمینی برای تمدیدش وجود نداره. بسیار خوب، با همین ویدیو رو دیدیم. اما برای اینکه بهتر به گستردگی حضور ایرانیان در گرجستان پی ببریم، بذارید که به آمار اداره مهاجرت گرجستان هم رجوع بکنیم، ببینیم که وضعیت ایرانیان در این کشور چگونه است. ایران جایگاه پنجم رو داره در بین کشورهایی که بیشترین بازدیدکننده یا توریست رو به گرجستان میفرسته، بنابراین از لحاظ درآمدزایی قطعا برای گرجستان اهمیت خوبی داره، جایگاه پنجم بد نیست. شمار ایرانیانی که در فاصله ژانویه تا اکتبر 2018، یعنی حدود 10 ماه اول سال 2018 از گرجستان بازدید کردن، 262,000 نفر اعلام شده. و البته شمار ایرانیانی که در سالهای 2015 و 2016 به گرجستان مهاجرت کردن، حدود 1766 نفر و 7110 نفر هم شمار کسب و در واقع تعداد کسب و کارها یا مالکیت‌های ثبت شده هستش توسط ایرانیان در گرجستان بین سالهای 2012 تا 2016. بنابراین خیلی اونجا برای بیزینس واقعا مهاجرت کردن و برنامه راه انداختن تجارت رو داشتن. و نهایتا 200 نفر هم که همونطور که در خبرها امروز شنیدید در روزهای اخیر از مرزهای مختلف زمینی و هوایی امکان ورودشون به گرجستان فراهم نشده. ببینیم دو نفر از کسانی که الان با ما هستن، دست کم یک کدومشون همین تجربه این 200 نفر رو به نوعی شاید داشته. محمدرضا از تفلیس رو داریم و پویام از همین شهر تفلیس. محمدرضا، همکارانم میگن همسر شما خارج شده بوده از گرجستان، برای ورود مجدد به گرجستان دچار مشکل شده و شما ظاهرا رفتید و اون قضیه رو بررسی کردید. یه مقداری برامون توضیح بدید شرایط چی بوده؟ سلام، مرسی. من اول یه نکته رو به سرعت بگم که این طبق آمارایی که میگین که ایرانی هایی که تو تفلیس زندگی میکنن ده ها برابر این آمارن، به صورت غیر رسمی و اطلاعات دقیقی نمیدن. شما اگر یه گذر خیلی کوتاهی تو تفلیس بکنین و متوجه میشین. نکته ای که گفتین کاملا درسته. دلیل دقیقش هم سیاست یک بام و دو هواییه که اینجا داره اتفاق میفته. متاسفانه هیچ چیز مشخصی نیست، هیچ قانون مشخصی نیست.
یعنی شما وقتی اومدی اینجا به صورت قانونی داری چه بیزینس میکنی، چه مثل من ملک خریدی طبق قانون گرجستان، من خودم کارت دارم، پسر من کارت داره، ولی الان بعد از 3 ماه همسر من هنوز اقدام قانونی که ما کردیم برای گرفتن اقامتش به سرانجام نرسیده. بله، طبق چیزی که اینجا یه ساختمون دارم به اسم ساختمون قارچی که شما همه کارا رو اونجا انجام میدین، ما رفتیم اونجا، خود اونها به ما گفتن شما برین تو مرز مجدد ورود بزنین و بیاین دوباره پروسه رو بگذرونین بعد از 45 روز قانونی که به حال اون زمان گذشته بود. اونجا ما رو کلی نگه داشتن با اینکه من برای احتیاط با همسرم رفته بودم. یکی که اصلا اتفاق قشنگی نیست اینکه شما اصلا بخوای پاش بری مرز یک کشوری دوباره ورود بزنی. حالا من نظر شخصی ما دارم میگم، شاید قانونی باشه، ولی به نظر من، برای منی که سرمایه گذاری کردم اینجا، حالا خیلی دیگه بیزینس های بسیار بسیار سنگینی دارن ایرانی ها، بعد از ترک ها اینجا بیشترین بیزینس مال ایرانی هاست. ما مشکل داشتیم با یه استرس عجیب و غریب نیم ساعت 40 دقیقه‌ای انتظار بدون هیچ دلیل، این میپرسیدیم چیه، هی به ما میگفتن اونجا وایسین جلو نیاین، بعد هی میرفتن مشورت میکردن انگار مثلا چه اتفاق عجیبی افتاده، بعدم همینجوری خیلی راحت مهر زدن و ما مجدد اومدیم و همین پروسه همچنان داره. یعنی نهایتاً کار همسر شما انجام شد، اما دلیلش رو خودتون فکر کنید چی هست؟ با استرس بله و نگرانی بسیار بسیار زیاد. میگم دلیلش اینه که هیچ سیاست، دقیقاً شما گزارش که گفتین اون دوستی که داشتم میگفتن کاملا درست میگه، اصلا هیچ چیز مشخصی ندارم. ببین همچین چیزی اگه تو ایران اتفاق بیفته یا حالا یه جای دیگه که برام خیلی آشناست عجیب نیست. خب همین سردرگمی ما مرزا موجب نمیشه که امثال شما که برای کار و زندگی و سرمایه گذاری رفتن اون کشور، ممکنه واقعا در بررسی مجدد تصمیمتون رو تغییر بدید برید کشور. همینطوره، همین الان شما کانالای تلگرامی گرجستان نگاه کنین، شاید اغراق بگم اگه 2/3، ولی واقعا 1/3 بیزنساشون رو گذاشتن یا دارن واگذار میکنن. کلی آدمن که رفتن ایران سوی پیشنهشون رو بگیرن برگردن نتونستن بیان، یعنی بیزینسشون کارمنداشون همه اینجاست، خودشون تو ایرانن. یا موردی که برای مدرسه پسر من اتفاق افتاده، پدر یا مادر رفتن تمدید کنن نتونستن بیان. یعنی اینجا الان مثلا بچه ما داریم که با مادرش داره زندگی میکنه، پدر نتونسته بیاد یا بالعکسش. یعنی داستان به این سادگی هم نیست. من فکر میکنم که آره یه مقدار عمق بیشتری داره. خیلی ممنون شما. اون آدم سوی پیشنهادم که مابزای شرکت برای تمدید اقامت هست که ظاهرا از ایران باید تهیه بشه. پویا از تفلیس یک شهروند دیگری هست که مشکل دیگری شما دارید که قبلا در مورد شاید تو همین برنامه حرف زدیم، اونم بسته شدن حساب بانکی هست، ولی بی ارتباط به سیاست‌های کلی گرجستان در قبال ایرانیان قطعا نمیتونه باشه. پویا یکم از تجربه بسته شدن حسابت بگو. درود بر شما. واقعیت خدمت شما عرض کنم که در رابطه با بسته شدن حساب‌های ایرانیان، این شاید برای بار چندم هست که برای یک سری از ایرانی‌ها این در واقع بلاک کردن حساب رو دارن قائل میشن. این موضوع در 3-4 سال قبل برای خود من به شخصا اتفاق افتاده بود، حساب من رو بدون هیچ دلیلی بلاک کردن و حتی موجودی حسابم رو اجازه تخلیه نمیدادن. بعد از کلی نامنگاری ها و خیلی مشکلات دیگه تونستیم حساب رو در واقع اون موجودی خودم رو از حساب خودم. توضیحشون چی بود پویا؟ هیچ توضیح خاصی نیست. دلیل اصلی این بود که شما ایرانی هستید و عملا حتی حسابی رو که خودشون کلی هزینه گرفته بودن و حسابی رو که باز کرده بودن برای خودمون و مدت ها بود داشتیم ازش استفاده میکردیم، بدون هیچ دلیلی گفت قانون جدیده و ایرانی ها نمیتوانن هیچ حسابی رو داشته باشن و حساب بلاک شد. شما الان چند ساله در گرجستان زندگی میکنید؟ حدود 10 سال. و الان اقامت دائمتون گرفتید یا خیر هنوز؟ نه متاسفانه، ما اقامتمون رو سالیانه هی تمدید کردن چندین بار، با توجه به اینکه من حتی فرزندان من 5-6 ساله دارن تو مدارس دولتی اینجا تحصیل میکنن، متاسفانه نتونستیم برای اقامت دائم اقدام کردیم ولی جوابشون منفی بوده متاسفانه. و بحث همین بسته شدن حساب و خیلی مشکلات دیگه و بیزینسی که خودم شخصا اینجا داشتم و خیلی از مشکلات دیگه، با همه این اوصاف و همه مشکلاتی که گفتید همچنان دارید به موندن در گرجستان فکر میکنید؟ والا واقعیت اینه که به هر صورت 10 سال عمر کمی نیست و من تقریبا زندگی خودم رو اینجا گذاشتم و کلی سرمایه گذاری کردم و میگم در رابطه با همین بسته شدن حساب ها، من حساب مجددی که از من افتتاح شده یک حساب لوکال بود و فقط لاری بود هم مجدداً بسته شده و خیلی دلایل روشنی ندارن برای این. شما حساب کنید که در واقع الان بسیاری از بیزینس های ایرانی که اینجا ثبت شرکت میکنن و حالا دوستان هزینه هایی رو میگیرن دارن بدون حتی حساب بانکی کار میکنه. یعنی اگر طرف شرکتی ثبت کنه و اقامت نداشته باشه حتی نمیتواند یک حساب بانکی داشته باشد که ترانسفرهای مالی خودش انجام بده. یعنی اینقدر این
سیرکل نامعلومه که نقطه پایان و استارتش کجاست. واقعا همه سردرگمه، یعنی واقعا اینقدر مشکلات سر راه ایرانی ها دارن ایجاد میکنن که طبق فرمایشات دوستمونم فکر میکنم حالا یک سوم واقعا اغراق نیست، من فکر میکنم حتی بیشتر از نصف بیزینس های ایرانی اینجا به دلایل این شکلی دارن متاسفانه ترک میکنن. خیلی ممنون از هر دو نفر که در بحث ما شرکت کردن. مسئولان در گرجستان تا این لحظه البته درباره دیپورت ایرانی ها اظهار نظر رسمی نداشتن، اما از طرف مسئولان ایرانی این قضیه داره ظاهرا بررسی میشه. چند تا اظهار نظر هم داریم که با هم دیگه اینجا مرور میکنیم. اولیشو از سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی انتخاب کردیم که گفته توصیه میکنیم برای سفر به گرجستان تمام مدارک لازم را داشته باشند و مراقب باشند که فریب برخی آژانس های بی صلاحیت را نخورند، چون ظاهرا آقای قاسمی معتقد که بعضی از آژانس ها بدون اینکه اون نکات لازم و لازم مدارک توضیح داده باشن به مسافرها اونا رو بردن و این مشکل برای یه عده‌ای به این دلیل پیش اومده. اما گفته که برخی از دیپورت شده ها مدارک کافی و لازم هم داشتن و معلوم نیستش که چرا دقیقاً اجازه ورود به اونها داده نشده. به همین دلیل هم هستش که شاید سفارت ایران در تفلیس گفته که موضوع دیپورت کردن تعدادی از اتباع ایرانی از مبادی ورودی گرجستان رو از طرق مجاری دیپلماتیک داره پیگیری میکنه. و در نهایت هم حتی سازمان هواپیمایی ایران که مستقر در گرجستان هست در نامه‌ای که به وزارت خارجه گرجستان فرستاده نوشته که در صورتی که تغییری در قوانین ورود شهروندان ایرانی صورت گرفته، قبل از اینکه شهروندان مزبور از ایران اقدام به سفر بکنن لطفاً اطلاع رسانی بشه که افراد و شهروندان ایرانی دچار مشکل نشن. بریم رو خطوط تلفن، ببخشید از طریق اسکایپ الان قراره که گفتگوی داشته باشیم با شهاب که از خبرنگاران محلی در تفلیس است. شهاب، با توجه به اینکه اونجا به هر حال کار خبر شما میکنید، زندگی هم دارید میکنید، توی ماهای اخیر این خبرها بیشتر به گوش میرسه، فکر میکنید خود شما علتش چیه و این مشکلات که داره پیش میاد بیشتر ریشه در تغییر سیاست داره یا اینکه واقعا مورد خاصی هستش که مثلا فقط به خاطر تحریم‌های ایران یا مسئله قوانین ضد پولشویی فقط این مشکلات داره براشون ایجاد میشه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. نکته ای که هست اینه که خب این فشارها الان به مدت تقریبا 3 یا 4 ماهه که انقدر خب شدید شده و در مرز زمینی و هوایی هم تقریبا 2 هفته است که خب خیلی جدیتر این اتفاق داره میفته. متاسفانه مشکلی که الان هست اینه که دلیل خاصی برای این موضوع اعلام نمیشه، یعنی همونطور که میدونین طبق قانون ایرانی ها میتونن 45 روز توی این کشور حضور داشته باشن، اما خب واقعیت اینه که مسافری که روز اول داره میاد و وارد تفلیس میشه خب دلیلی به برگشتش نیست و دلیلی برای این موضوع هم اعلام نمی کنه. شما فکر میکنید که حالا این چقدر ممکنه روی تصمیم ایرانیایی که دارن واقعا فکر میکنن اونجا سرمایه گذاری بکنن یا اینکه بخوان به هر حال یک ملکی بخرن شاید که از اون طریق در واقع پاسپورت گرجستان رو روزی بگیرن، چقدر تاثیر میذاره روی این تصمیم گیری؟ کسایی که تا حالا بودن مثل همین 2 نفر اول 10 سال بعد از اقامت در گرجستان، دیگه واقعا توقع دارید که یه مقداری تکلیفتون از لحاظ وضع اقامتی مشخص باشه، پیش بینی شما چیه؟ بله ببینین واقعیت اینه که خب حالا ایرانی ها خیلی تلگرام دوست دارن، اینجا هم خب گروه های تلگرامی فراوانی هستش. تو این گروه ها که نگاه میکنین از همین 3 ماه پیش که این اتفاقات داره میفته خیلی پیام های زیادی میاد که مثلا میخوام خونم رو واگذار کنم، ماشین لباسشویی رو به علت مهاجرت میخوام واگذار کنم و این اتفاق خیلی جدی داره میفته و طبیعیه به خاطر اینکه ایرانی ها حالا به هر دلیلی که وارد این خاک شدن تصورشون این بوده که اینجا یک مأمن امنی هست براشون، اما متاسفانه امروز با اتفاقاتی که داره میفته بیشتر از اینکه در ایران باشن دچار مشکل شدن. بسیار ممنون، مرسی از شما شهاب از تفلیس که ما رو در این بحث همراهی کردن. یه دونه توییت براتون می‌خونم. محمد نوشته رفتار خارج از نزاکت ایرانیان که بیشتر مایه شرمساری فرهنگی است که البته ناشی از محدودیت‌های داخل ایرانه، مثل نوشیدن بیش از حد الکل یا برخی رفتارهای جنسی، و رفتار حکومت ایران چون از فرصتی که این کشورها ایجاد کردن برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه. این 2 موردی که نوشته به نظر میاد دلایلی باشه که از نظر محمد مهدی بر سیاست‌های اخیر گرجستان در قبال ایرانیان تأثیر گذاشته. احسان برامون نوشته حالا شما یک لحظه نگاه کن ببین دولت ایران چه وجهی توی دنیا داره. احتمالاً منظورش اینه که اینا به خاطر رفتارهای حکومت و دولت ایران هستش که با شهروندان دارن این برخورد می‌کنن. حسن هم معتقده اینقدر این جمهوری اسلامی خرابکاری کرده که هیچ جای دنیا راهمون نمیدن. تقریبا هر دو نظر شبیه هم بود. افشین رو از تفلیس داریم رو خط تلفن و بعدم با هادی صحبت میکنیم که از شهر باتومی با ما هست. افشین شما بفرمایید که با توجه به اینکه همکارانم هم میگن خودتون شرکت توریستی هم ظاهرن در گرجستان دارید، چقدر واقعا این مسئله‌ای که در هفته‌های اخیر داره رخ میده میتونه به خاطر تغییر سیاست‌های کلی باشه که از این به بعد شاید تبدیل بشه به نرم در رفتار گرجستان با ایران؟
عرض به حضورتون که این اتفاقی که توی این مدت حالا تقریبا 3-4 ماه شروع شده تقریبا وضعیتیه که من بعد همینطور خواهد بود. من اینجوری حداقل رفتار پرسنلشون آفیسراشون اینجوری داره نشون میده قضیه رو. خب چقدر روی کار خود شما که به حالی دفتر گردشگری دارید میتونه تأثیر بذاره؟ ببینید نه فقط کار من، چون یه جورایی به ایران و حضور ایرانی مرتبطه، تقریبا کار همه ایرانی ها اینجا به خطر میفته. یه شرایطی در حال حاضر برقرار شده که خب همه اون ترس رو دارن که حالا همین مقدار پول و سرمایه و انرژی هم که براشون مونده بردارن فرار کنن. چقدر فهم میکنید حالا خود به حال دولت گرجستان ممکنه متضرر بشه از این سیاست ها؟ چون الان در آمار هم توی داشتیم نشون میدادیم به حال کم نیستن تعداد ایرانیایی که سرمایهشون رو از ایران خارج کردن یا بخشی از سرمایهشون رو برای خرید ملک مثلا اونجا منتقل کردن. این آیا به ضرر خود دولت گرجستان نخواهد شد در نهایت؟ این اتفاقیه که واقعا هم افتاده. ارزش پول خودشون هم توی برهه‌ای که این بازی رو شروع کردن به شدت کاهش پیدا کرد. حالا یه بازی موش و گربه اینجا هست که یکی از شرایط رو سخت میکنن بعدی رو آسون میکنن یا برعکس این قضیه. یه مدتی اقامت رو سخت میگیرن ورود و خروج آسونه، یه موقعی الان مثل الان ورود و خروج رو سخت گرفتن، اقامت گرفتن راحت تر شده. ولی در کل به صورت خیلی مؤدبانه‌ای دارن تلاش میکنن اون دعوتی که از همه کرده بودن و با آزاد کردن ویزا به مدت 45 روز مردم رو دعوت کردن، خیلی مؤدبانه دارن میگن دیگه نیاییم. یه جورایی قضیه اینجوری داره ترجمه میشه. خیلی کوتاه فکر میکنیم ممکنه که واقعا حتی این قانونی که برای لغو ویزا وجود داشته رو یه بار دیگه گرجستان زیر پا بذاره، در واقع یک طرفه فسخش بکنه؟ اینجا تقریبا میتونم بهتون این ضمانت رو بدم هیچ قانونی ثبات نداره. ممنون از شما. هادی از باتومی همکارم میگن که شما دانشجو هستید، ممکنه برای خودتون شخصا مشکل پیش نیامده باشه ولی کلا از وضعیت دانشجویان ایرانی در گرجستان هم بگیم بد نیست با توجه به اینکه تعدادشون رو فهم کنم قابل ملاحظه است. سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. سلام شما. عرضم به خدمت شما که بله من اینجا هم دانشجو هستم، هم ملک خریداری کردم، هم شرکت ثبت کردم و هم حساب بانکی دارم. قبل از اینکه به این موضوع بپردازم اجازه بدید خیلی کوتاه من به این نکته اشاره کنم که ویزای 45 روزه اسمش ویزای 45 روزه توریستی هستش و به طور قانونی بر اساس قانون گرجستان هر شخص با این ویزای 45 روزه توریستی 3 بار به صورت متوالی میتونه وارد گرجستان ورود خروج بزنه، 3 بار به صورت متوالی. بعد از این 3 بار به صورت متوالی باید 90 روز از گرجستان خارج بشه، دوباره مجدداً تقاضای اون بیاد وارد گرجستان بشه. حالا اگر در طول این مدت دوستان بدون اینکه کارت، حالا که از ایرانیانی که وارد در گرجستان بودن بدون اینکه کارت اقامت داشتن از این طریق ورود خروج بودن، کسانی که حتی 1 سال 2 سال در گرجستان داشتن زندگی میکردن به این روش، حالا دولت گرجستان اون قانون خودش رو اجرا نمی کرده، این بحث دیگه ای هستش. ولی به صورت قانونی 3 بار به صورت متوالی میشه این ورود خروج رو انجام دادش. اینو من خواستم به صورت کوتاه خیلی اشاره کنم. خیلی ممنون. وضعیت دانشجویان هم اگه خیلی کوتاه بگید ممنون میشه. تمام کسانی، من اینجوری بهتون میگم خیلی بهتر هستش، تمام کسانی که کارت اقامت گرجستان رو دارن براشون هیچ مشکلی وجود نداره. حالا طرف یا ملک خریده یا مردم به خاطر اقامت کارمندی داره و یا دانشجو هستش و کارت اقامت دانشجویی داره هیچ مشکلی نداره، هستن دوستان ما دارن میرن وارد میشن خروج میکنن و از طریق کارت اقامتشون هیچ مشکلی هم براشون وجود نداره. بسیار خوب، خیلی ممنون از هر دو نفر. با افشین و هادی خدافظی کنیم، بریم براتون دو تا پیغام بخونیم. تویتول ممالک اسم قشنگی گفته ماجرای گرجستان هم مثل لغو ورود بدون ویزا ایرانی‌ها در صربستان به علت سوء استفاده برخی از ایرانی‌هاست. فاطمه گفته آخه چرا ما اینقدر باید به پناهنده شدن فکر کنیم؟ و جمشید گفته مشکل نگاه تنگ نظرانه دولت گرجستان، چون ایرانیان در کار و تجارت پشتکار بالایی دارن و گوی سبقت را از همکاران بومی خود میربایند. بریم رو خودت تلفن، هنوز وقت هست. از اصفهان با
امین صحبت میکنیم، بعدم رو خط دو علی رو داریم که از تهران با ما خواهد بود. امین، همکارانم میگن که ظاهرا در سفری که شما اخیرا به گرجستان داشتید در مسیر برگشت متوجه شدید که چند نفر از همین 200 نفر دیپورتی که الان بهش اشاره کردیم همسفر شما هستن. یه مقدار بیشتر شرایطو بگید، جو فرودگاه چطور بود، اگه تونستید احیانا با اون کسایی که دیپورت شدن هم حرف بزنید بگید که چه توضیحاتی بهشون دادن. بله، سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشین. سلام عرض میکنم. به صف در واقع بودیم پس که بودیم کارت پرواز رو میخواستیم بگیریم، یه عده از افراد رو جدا کردن، اومدن پاسپورت همه رو جمع کردن و پاسپورت همه رو هم جمع کردن، یه کامپیوتر جدا وجود داشت. اونجا پلیس همه پاسپورت ها رو چک میکرد و یه سری از افراد سه نفر از توی صف آوردن و باهاشون صحبت کردم. ما دیگه رفتیم و من دیگه متوجه نشدم که حالا با اونا چه کار کردن. رفتیم سراغ هواپیما شدیم و هواپیما اعلام کرد که به علت اینکه بعد ایرانی ها دیپورت میشن برگردن، ما در واقع تاخیر داریم در پرواز و این تاخیر یک ساعت طول کشید. وقتی که برگشتن بعد یک ساعت، این افرادی که بودن، خب من سوال جواب کردم، پرسیدم ازشون که جریان چیه، چه اتفاق افتاد. میگفتن که والا از ما سوال جواب کردن که چرا مهر اینقدر زیاد خورده توی ما، کار چیه، شغل چیه، رفت و اومد چیه، که کارکرد کار میکنم. به من گفتم برگرد. یه نفر دیگه گفت که حالا من بلیط برگشت فکر نمی کنم، چون بقیه هم که داشتن اونا رو هم برگردونده بودن. شما خودتون برای سفر توریستی فقط اونجا حضور داشتید یا اصولا اونجا زندگی میکنید، کار میکنید؟ نه، من از طریق شرکت برای کار سالم رفتم. بسیار خوب. خواستم ببینم که فقط آیا این اتفاقات موجب این خواهد شد که اگر قصد زندگی و اقامت دائم در گرجستان رو دارید احیانا تجدید نظر بکنید یا خیر؟ امکان ارتباطم با علی با امین دیگه قطع. بذارید با علی از تهران حالا صحبت بکنیم. علی بفرمایید که اصولا در مورد سرمایه گذاری با توجه به اتفاقاتی که اخیرا رخ داده چقدر فکر می‌کنید همچنان گرجستان میتونه گزینه مناسبی باشه برای ایرانیانی که به فکر پاسپورت یک کشور دیگه نمیخوان سرمایه‌شون رو در کشور دیگه در واقع یه جوری ازش محافظت بکنن که ارزشش کم نشه؟ درست. من سلام میکنم به بینندگان عزیز. واقعیت اینه که ما بحثمون بحث پاسپورت یا اقامت در گرجستان نبود. ما برای ثبت شرکت رفته بودیم و برای بحث بیزنس. اصولا من گرجستان رو جایی نمیبینم که بخوایم با توجه به شرایط اونجا اقامت بگیریم یا بخوایم برای زندگی در واقع آینده و طولانی مدت اونجا بخوایم برنامه ریزی بکنیم. ما برای ثبت شرکت رفته بودیم و به صورت زمینی هم رفتیم. زمانی که در واقع از مرز ترکیه وارد ترکیه شدیم و از مرز ترکیه رفتیم گرجستان، مهمترین مسئله که اونجا به چشم می اومد تفاوت رفتار در واقع گمرک و مرز ترک بود با مرز گرجستان. نوع رفتاری که با ایرانی ها داشتن کاملا متفاوت بود. ما زمانی که وارد مرز گرجستان شدیم فقط حدود 3 الی 4 ساعت ما رو بدون دلیل نگه داشتن با یک برخورد خیلی تند، خیلی در واقع زننده و یه جوری شده بود که ما حتی پشیمون شدیم، گفتیم برگردیم بریم مثلا شرکت رو ترکیه ثبت بکنیم. منتها اگر بخوایم به صورت کلی به این موضوع نگاه بکنیم، من فکر میکنم که مسائلی که در حال حاضر از لحاظ سیاسی وجود داره و با توجه به ارتباط خیلی خیلی صمیمانه و نزدیک گرجستان با امریکا، این در واقع رفتارها و این سختگیری‌ها به نظر من هر روز بیشتر از قبل میشه. خب حالا فکر میکنید که این رفتارهایی که در از طرف ماموران مثلا اداره مهاجرت میشه هر از گاهی با ایرانیان چقدر ممکنه واقعا ریشه داشته باشه در نگاهی که اصولا به بحث مهاجرت در این کشور است؟ میدونیم که رئیس جمهوری که اخیراً هم در این کشور انتخاب شده سیاست‌های ضد مهاجرتی داشته. فکر میکنید پیش بینیتون در واقع چیه؟ آیا این وضعیت روز به روز بدتر خواهد شد؟ دست کم توقع دارید که شاید وزارت خارجه ایران بتونه یه مقداری شرایطو باز برگردونه به حالت گذشته؟ ببینید، این انتخابات جدیدی که در واقع تو گرجستان صورت گرفت و خانم زورابیشویلی اومد سر کار، قطعا تاثیر داره، چون ایشون یکی از کسانی هستش که کاملا با آزادی کسب و کار و
سهولت کسب و کار و همچنین بحث مهاجرت مخالفه، تو شعارهاش هم بود و این 100% تاثیرگذار هستش. ولی من فکر میکنم که در واقع میان مدت با توجه حالا به تغییر شرایط سیاسی، اگر اتفاق در واقع جدید سیاسی بیفته و با توجه به اینکه ایرانی ها اونجا کسب و کارهای سنگین دارن، من فکر میکنم در نهایت این داستان مثل سال 92 هستش که گرجستان در واقع ویزا رو دوباره برقرار کرد و سال 94 یا 95 دوباره لغوش کرد. یعنی یه بازیه، یه در واقع حالت سینوسی داره که با توجه به شرایطی که پیش میاد هر از گاهی ممکنه وضعیت تکرار بشه. باز خیلی ممنون از شما علی، مرسی. وقتی کمی داریم، بابک و اسدالان رو خط یک میبینم که اینجا آماده است. بابک، همکارانم میگن شما ظاهرا خودتون مهاجرت کرده بودید به گرجستان ولی بعد از مدتی تصمیم گرفتید برگردید. داستان زندگی شما چیه؟ چرا؟ سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. بله، ما مهاجرت کردیم به عنوان اینکه بتونیم یه زندگی بهتری رو توی گرجستان و آزاد اونجا داشته باشیم. متاسفانه برخورد به عنوان انسان درجه 2-3 اونجا با ما بود. همونطور که دوستمون علی گفتن، دقیقا من با ایشون موافقم، برخوردشون بسیار بسیار نامناسب بود و در مقابل مثلا افرادی که از اروپا و آمریکا و جای دیگه می اومدن، ما به محض اینکه میفهمیدن ایرانی هستیم، میدیدیم که اصلا اینا 180 درجه تغییر میکنن. پس یعنی برخوردی که میگید برخورد مسئولان لزوما نیست. این چیزی که الان از حرف شما میفهمم اینه که مردم و شهروندان عادی گرجستان هم حتی نگاه چندان مثبتی به ایرانی‌ها ندارن. درست میگم؟ بله، مسئولان هم همینطور. البته مثلا ما بارها پیش میومد که دوستایی داشتیم که حتی از پلیس اونجا مثلا سوال میکردن، گرجی هم بلد بودن، جواب نمیدادن به ایرانی. میفهمیدن طرف ایرانی کوچکترین محلی نمیذاشتن. به این صورت بود. بسیار خوب. بیزینس های اونجا برای ایرانی ها بسیار ناموفقه. ایرانی ها بدونن اونجا بیزینسی برای ایرانی وجود نداره. خیلی ممنون از شما. قطعا تجربه ها میتونه فرق بکنه. همونطور که در برنامه ما هم کسانی بودن که گفتن هیچ مشکلی براشون پیش نیومده، ولی به هر حال غالب تجربه که در برنامه دست کم شنیدیم عکس اینو میگه. سعید گفته من که همیشه با تور رفتم گرجستان و هیچ مشکلی هم برام پیش نیومده. نمونه حرفی که الان گفتم. کوروش نوشته این برخورد ها هیچ دلیلی نداره جز حقارت ایرانیان توسط حکومت در جامعه بین الملل. رضا هم نوشته این حکومت اعتبار پاسپورت ایرانی را به گفته او به گند کشیده. و شهاب هم گفته که این اثر تحریم های آمریکاست. تحریم ها همه جانبه است و حتی به ارمنستان هم دارن فشار میبرن که روابطش رو با ایران قطع بکنه. نیکولای نوشته علت این برخوردها فروش مواد مخدر، پر شدن ظرفیت مهاجرت، اختلاف سیاسی با دولت تهران چون متحد روسیه است و بحث تروریسم میتونه همه دلایلی باشه که نظر نیکولای بر وضعیت موجود در گرجستان تأثیر گذاشته. به پایین بحث میرسیم. همچنان اما در توییتر میتونید با شناسه @bbc شما نظرتون رو مطرح بکنید یا اینکه برای ما به کانال تلگراممون به پیامگیرش در واقع پیغام بفرستید. اونجا عکس و فیلم و ویدیو و موضوع پیشنهادی برای بحث‌های آینده رو هم میتونید درمون ارسال کنید. خوب و خوش باشید. تا فردا.